من این ماه براتون حالوی بیالف رو میخونم. گفتم اون بار خیلی از شعرهای من رو خانم ها جواب دادن، این شعر رو هم خانم الهی ملک محمدی جواب دادن. بذارید من شعر رو بخونم و ایشون بیام پاسخی که با حالو دادن رو بخونم. سعدی میگه زن بد در سرای مرد نکوی، هم در این عالم است دوزخ اوی. این جهان دوزخ است بر مردی که زنش لوس و غرغرو باشد، پر افاده پر ادعا لجباز، پاچه ورمال و نقنقو باشد. دائما در یک به دو با مرد، صبح و شب در بگو مگو باشد. مار در آستین نمک بر زخم، استخوانی که در گلو باشد. نه به آداب همسری پابند، نه مقید به آبرو باشد. پول شوهر به زعم آن ولخرج، علف خرس و آب جو باشد. همه اش خرج کفش و کیف و کلاه، ژل و ماتیک و رنگ مو باشد. هیکلش بدقواره و مزهک، زشت و دیلاغ و لقلقو باشد. جیغ جیغو شلخته گند دماغ، خل شکاک و گندگو باشد. صبح تا لنگ زور در خور و پف، همسر بالش و پتو باشد. میهمان قوم او اگر فرزن، سفرهش پر زرنگ و بو باشد. لیک فامیل مرد اگر برسد، لقمه اینان و نیم رو باشد. گاه پهناش قد دروازه، گاه باریک تر زمو باشد. شش شب هفته میهمانی و رقص، دانس و پارتی و راندوو باشد. لیک برعکس هر شب جمعه، معتکف گشته با وضو باشد. گر نباشد طلاق او ممکن، غم مخور چاره اش هوو باشد. زنم این شعر خوانده و پنداشت، سوژه شعر بنده او باشد. الف قامتم شکسته و گفت، حالوی بی الف حلو باشد. بی حسابیم و یر به یر گشتیم، پاسخ ها همیشه هو باشد. این جهان دوزخی سوزانتر بر کسی که زن شما باشد. زن شاعر همیشه بدبخت است، بر لبانش خدا خدا باشد. لیک منظور من فقط نه شما، بلکه بر کل مردها باشد. دور اگر دور مرد سالاری است، زن فقط کلفت و گدا باشد. یا کزت توی بینوایان است، یا که در مزرعه حنا باشد. روزیش را خدا نخواهد داد، شوهرش هست او خدا باشد. جای زنها در آشپزخانه، پختن آش و شوروا باشد. بیگمان مطبخ است بهر زنان، آن بهشتی که زیر پا باشد. زن او قهر اگر کند روزی، عاجز از طبخ یک غذا باشد. پیرهن چرک و بی اتو پوشد، کفش و جوراب تا به تا باشد. مرد اگر از زنان ضرر دیده، از چه شلوار او دوتا باشد. یک شبی مرد خانه سقرا، یک شبی شوهر هدا باشد. باید از صفها بیاویزند، شوهری را که بی وفا باشد. هرچه میخواست مرتکب گشته، میرسد خانه شیخونا باشد. غیرتی میشود اگر حتی پنجره های خانه وا باشد. الف قامت چون این مردی، بهتر از دای بی کلا باشد. گر هوو آورد سرت چاره، مهر و اجرا و دادگاه باشد. مهریه را اگر طلب بکنی، مثل خر توی گل رها باشد.
برود نزد مادرش بهتر، لایقش چوب و پشت پا باشد. شعر من در جواب حالو بود، پاسخ هو همیشه ها باشد. متشکرم. من خیلی توی این انجمن ها، خصوصا انجمن هایی که مال طنز فردوزا هست، میبینم آقایون علیه خانوم ها شعر زیاد میکنن، ولی ندیدم تا حالا خانومی علیه آقایون مثلا شعر گفته باشه. این علتش چیه خانوم ها؟ به خاطر اینکه خانوم ها بیشتر عمل میکنن، آقایون بیشتر حرف. هر شبت که برعکس سهراب که میگه چشمها را باید شست جور دیگر باید دید، خانم فاطمه شاه مرادی میگه مردها را باید کشت جور دیگر باید زیست. شما قبول دارین؟ نه، اگه خانم ها چشمهاشون رو بشورن جور دیگه زندگی بکنن، مرد خود به خود نیازی نیست که بکشنشون. یه ضرب المثل چینی بشنیدم، میگه زن خوب مثل دایناسوره که خیلی وقت نسلش بر افتاده. شما قبول دارید؟ نه، یه ضرب المثل افریقایی هست که میگه مرد خوب مثل سیمرغه. اصلا اول افسانه بود. مرسی. البته ایشون خیلی از شعرهای من جواب داده، خصوصا یه سری رباعیات من دارم، زیباترین جوابها رو از ایشون من دریافت میکنم. مثلا راجع به این بیت سعدی که خیلی ها به غلط میگن بنی آدم اعضای یک دیگرن، درسته که درسته ایشون که بنی آدم اعضای یک پیکرن، این ترجمه همون حدیث نبویست که میگه الناس و کل جسد الواحد. یه دو بیت من توی فیسبوک گذاشته بودم، گفتند اگر داخل آدم هستید بی شبه و شک عضو تن هم هستید. من عضو تو هم؟ کدام عضوت هستم؟ تو عضو منی؟ کدام عضوم هستی؟ ایشون گفتن من چشم و دل و مایه جانت هستم، شیرین سخن توی دهانت هستم، با هر نفسی عشق تو بر می گردد، تو قلب منی، من ضربانت هستم. یک ربایی داشتم راجع به سر و تبر، زن می گفت چرا دشمن سر و از تبر، بنیاد وی از ریشه کند زیر و زبر. گفتم زیرا که شاخه خود را سرو تا دسته فرو کرده به آنجای تبر. ایشون گفتن ایول به تو سرو پیر آزاده که باز اینگونه رموز دهر را فاش کنی، هر کس که شود خانه برانداز چنین، حقش بودان که چوب آنجاش کنی. آقای دکتر ملکی رو من یک بار تشکر کردم از حضورشون، نمیدونم ایشون رو میشناسید یا نه، ایشون اولین رئیس دانشگاه تهران است. الان هم کمپینگ نه به اعدام رو ایشان دارن، از اون مردانی هستن که هیچ وقت از پا نمی نشینن. میکروفون رو برایشون تنگیر بود. نمیدانم چه خواهد شد، نمیدانم چه خواهد شد و فردا در کجای این خراب آباد خواهم مرد.
و از این عمر بی حاصل چه خواهم گفت؟ چرا بر این کبیر خشک و تفلیله دیگر باران نمی بارد؟ چرا در این کبیر خشک و تفلیله دیگر باران نمی بارد؟ چرا یک کاوه و بابک زیان بر نمی خیزد؟ دیگر از مردهای مرد و از آن قهرمانی ها کسی حرفی نمی گوید، ره آنان نمی گوید. چرا ایران تویی از مشتهای آسمان خوب است؟ دلم از این همه نابخردی ها سخت آشوب است. من از پوچیدن و ماندن به جان دوست می ترسم. من از دنیای بی عاشق به سان بید می لرزم. چرا دیگر کسی عاشق نمی گردد؟ کجا رفتند عاشقهای جان برکرد؟ به عشق پاکشان سوگند من از پوسیدن و ماندن در این مرداب کرمالود بیزارم. به خون پاکشان سوگند من از نامردمی ها سخت بیمارم. من از نامردمی ها سخت بیمارم. باور کنید، با عشق آمدن با عشق آمدن اینجا که شما رو بدونم و یعنی با هر بحث به مزاجی به اجازه نمیده. ولی با همه ولی با این همه در دل امید و عشق میکارم. نمیدونم چه خواهد شد و فردا در کجای این خراب آباد خواهم مرد و از این عمر کم حاصل چه خواهم مرد. به هر تقدیر من هم آرزو دارم حسن من خطابم به همه شما دوستان ادب دوست و شاعر هستم. به هر تقدیر من هم آرزو دارم از مرگم ز جمع دوستان یک شاعر سرگشته و عاصی زند فریاد که مردم، زند فریاد که مردم، فلانی بود عمری دار بر دوشش، فلانی مرد اما عاشقی نوشش.